به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. با اخبار ویژه از جمهوری ولایت در 41 سالگرد انقلاب با شکوه و عظیم اسلامی ایران همراه شما خواهیم. اینکه آمدند ضد انقلاب و بقیه دشمنان، هم از دشمنان داخلی و خارجی آمدند و گفتند که این انقلاب برای مردم ایران هیچ دستاوردی نداشته و برای ایران، خب حرفی است قابل تأمل شاید، اما واقعا مغرضانه و بی‌اساس بوده. دستاوردهای انقلاب یکی دوتا نیست، هزاران هزار دستاورد داشته است. یکی از این دستاوردها همین مسئله ایران است. ایران و مسائل ایران و مردم ایران در مجموع از مسائلی بوده که روی دست روحانیت به قدرت رسیده و انقلاب ماندن. اینکه اندل لزوم پس از انقلاب ایران و دوست داشتن ایران جزو کفرها شد و از کفرهای عظیم و ملیگرایی اساسا کفر شد، بر در و دیوار نوشتن. و باز اندل لزوم اونجا که لازم بود ایران عزیز شد، مثل صحبت های همین روزهای اخیر آیت الله خامنه ای که اونها که به ایران عزیز علاقمند هستند بیان و به نمایندگانی که ما انتخاب میکنیم، نامزدهایی که ما انتخاب میکنیم رأی بدن. یعنی ایران عزیز رو اگه دوست داری مساویس با اینکه مثلا برید و به الیاس حضرتی یا علی مطهری رأی بدهید. حالا اگر یک دعایی هم برای آیت الله جنتی سردمدار دموکراسی من درآوردی اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی هم دعایی داشتی، این دیگر یعنی خیلی ایران عزیز رو دوست داری. برحال برای این ایران و مردم ایران دستاوردهای انقلاب همونطور که گفتم یکی دوتا نیست. گوشه ای از این دستاوردها رو در برنامه امشب با شما عزیزان در میون میذاریم تا شکرگزار انقلاب، روحانیون به قدرت رسیده و مخلفات اونها باشیم. از جمله این دستاوردها در همین آغاز برنامه من اشاره بکنم، حل کردن مسائل ازلی و دیرینه بشری هست که گفتم یکی از این مسائل ازلی بشر از زمان حبوط حضرت آدم این بود که وقتی وارد دارالخلا می شوید پای نخست یا پای نخست چپ باشه یا راست. آدم های اولیه هم با گرز صدمنی بر دوش همینطور حیران در بستر کاری که روحانیت شیعه این مسئله ازلی رو حل کرد و مسائل دیگری که تا این 41 ساله برای ما حل کردن و ما سپاسگزار و شکرگزار اونها هستیم. از جمله این مسائل چنانچه به دلایل بهداشتی پزشکی فردی از امت عظیم الشأن شیر الاغ خورد، الاغ محترم، نسبت او چه می شود؟ گزارش هایی در زمین های مختلف داریم که احتمالا بازپخش خواهد شد، بیشتر دیده اید. اما سالگرد انقلاب شکوه مند است و نگرشی بر کارنامه 41 ساله و گوشه ای از این دستاوردها با هم مشاهده خواهیم کرد در ادامه برنامه. بعضی از بیماری های سینه توسط شیر الاغ است، مخصوصا الاغ خوب میشه، حالا رفته خورده، آقایان فتوا دادن این اگر دو نفر باشن یکدیگر چی میشن؟ برادر یا برادر خواهر. خب نسبت به بچه خود الاغ چی میشن؟ بحث استفتا کردن دیگه. آقا اینجوری نیست، باید مادرش و مادر بزرگش و نه حال سوال شده. خب بالاخره نسبت به این بچه الاغ چی میشه؟ خب سوال فقهی شده. از که اگر روزی مثلا اون بچه الاغ بزرگ شد، اینم برادر شیری اون کرخر بشه، میتونه سوار بشه یا نه؟ کشیده بحث مشاجره، آیا بچه الاغ هم برادر شیری میشود یا نه؟ یعنی حق سواری دارند یا نه؟ یا اصلا صدق میکنه که مثلا میشه برادر سوار شد یا نه؟
بله خب این هست. ببین این مسئله رو ما نمیتونستیم حل کنیم، علمای ما حل کردن، همونطور که البته قبلا هم مسئله دیگه رو حل کردن، استفتا شده بود که مثلا یکی از حشر المؤمنین اگر به هر حال به حیوانی تجاوز کرد، گاوی، گوسفندی، الاغی، حیوانات عزیز تجاوز کرد، نسبت اون چه میشه و تکلیف اون حیوان چه میشه و همه اینها رو علمای ما البته حل کرد. به هر حال باید قدردون باشیم از این اقدامات مشعشعانه دانشمندان و علما و فقهای عالی قدر. و ما میرسیم به نکات دیگری که در طول تاریخ که ما نمیدونستیم مثلا اینها رو جلوشو میگرفت دشمنان اون زمان، شوروی، آمریکا، آمریکا، همه اینها نمیگذاشتن ما این روایات منتشر بشه. روایات در تاریخ اسلام، روایاتی که در تاریخ اسلام نه شیعه نه سنی چنین روایاتی نداشت، ممنوعه بود، روایات انقلابی هست. یکی از این روایات رو میبینیم و بعد ادامه خواهیم. عباس رفت خونه سلمان، گوش، رفت خونه سلمان دید که یه اجاق بسته، چهار تا آجوری و چهار تا آجوری یا خش این برون ور، یه دیگ گذاشته روش، دهنار گوش، ما میگیم دهنار، شما یه از یانه میگید دهنار، دهنار رو 25 و 50 نمیگید شما، میگید آره. دهنار گوش 2.5 کیلو گوش انداخت داخل اینجا، آبان ریخته روش، پاشا گرفته زیر دیگ، آتیش از پاش داره میره بالا و دیگ میگوله، چوب نداشته. یه نگاه کردید، یا الله، پا سلمان زیر دیگه ازش آتیش داره میره بالا و دیگ میگله. گفت سلمان چکار میکنی؟ برگشت ببینه کیه داره میبینه، اونی که نباید همه کس ببینه. پاش خورد به اجاق، اجاق افتاد، دیگ دمر شد، نریخ، دوباره گرفت گذاشت سر جاش. بله ابوذر و سلمان هم در همون زمان هم میگفتن ده نار گوش خریدن. به هر حال این هست، این کراماتی که بوده و این معجزاتی که بوده یکی دوتا نبوده. پای سلمان کار فندک و کار کبریت و این کارا رو میگن، اون موقعی که فندک نبود، خب لابد باید انگشت پای، انگشت دستی از اینها استفاده میشد، پا رو میگرفتن زیر دی روشن میشد. برای روایت دیگری باز هم دارید بخونید، تو مسیر رفتن به جنگ آب آذوقه مسلمونا 10,000 نفر لشکر تمام شد، هوا هم گرم. گفتن یا رسول الله از تشنگی هلاک میشی، چقدر با آب مونده برسیم؟ گفتن 2-3 منزل مونده. گفتن نمیکشه این لشکر، نمیتونه تو اونجا، تلف میشه، همه مایوس. یه وقت دیدن خاتم الانبیا، فرمودن یغلبیا رو بیاریم، سطلا رو بیاریم. 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر، گوشاتونو با کنین، 10 تا انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز کن، از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد می آوردن، سطلا رو پر می کردن از آب، مشکا رو پر آب می کردن. بشر اینا رو به چشمش دیده ها. بله بشر اینا رو با چشمش دیده، خود ایشون که قطعا دیده بدون تردید. و باز روایتی دیگه، رفتن منزل همین خوله، همین حنفیه که خانمشون شده بود، میگه منم اجازه داد حضرت فرمودن بیا تو، منم رفتم. خوله در اومد گفت یا آقا، یا امیر المومنین، وقت اون نرسیده، دلای عاشق بیشتر گوش بدید، آقا وقت اون نرسیده که من از شما یک پسری پیدا کنم، فرزندی داشته باشم که افتخار من و قوم من بشه، قبیله من بشه. سلمان میگه من دیدم حضرت چی کار میخواد بکنه، دیدم حضرت امیر دست گذاشت رو شانه خوله خانومش، فرمود حامله باش به محمد، به همین تعبیر حامله باش به شخصی، به پسری به نام محمد. میگه آثار حمل در جا ظاهر شد، سلمان میگه 1 ساعت بیشتر نشد دیدم آثار وضع حمل پیدا شد، 1 ساعت بعد محمد و زاید پسری بود، از در گذاشتش اسمشو محمد.
خب بله، حالا این سلمان اونجا چه میکرده و در اون زمان مثلا همسر امام اول شیعیان جلو یک مرد دیگر حتی رفیق علی میپرسه که من وقتش نشده حامله بشم، اینا نه به من و شما و سلمان و خوله و به هیچ کس مربوط نیست. اون موقع میشد بپرسن یا بگن این حرفا رو جلو، به هر حال مرده غریبه. من فقط یک نکته رو متوجه نیستم، اینها با این روایات دارن مقدسات، به هر حال مقدسات شیعه رو دست میندازن، خوله و سلمان و بقیه امت رو، اینا رو ما متوجه نیستیم. روایت بعدی رو میشن. میدونید زمین ها صبح به صبح با هم حرف میزنن، این زمین با اون زمین همسایه صبح میشه اینا با هم حرف میزنن، احوال پرسی میکنن. بعد او از این سوال میکنه دیروز بر تو چه گذشت؟ بگو ببینم عبادت خدا شد یا معصیت خدا؟ او از او سوال میکنه، تو بگو ببینم دیروز روی تو معصیت خدا کردن یا عبادت خدا کردن؟ زمین ها شروع میکنن به هم دیگه جواب دادن. تو السنه روایات داریم اباحات، افتخار مال اون زمینیه که برای زمین دیگری خبر بده دیروز رو من برای حسین مجلس گرفته. بله این زمین ها با هم حرف میزنن دیگه. حالا حدود زمین ها کجا هست باز به من و شما و زمین و بقیه مربوط نیست. من اینو شنیده بودم از یک صوفی بسیار عجمن در مصر که در حال سالها در بیابان میرفت و گاهی میومد در شهر جایی مینشست و اینها، این وقتی مینشست صحبت میکرد با زمین صحبت میکرد. بعدا از مریداش من پرسیدم، گفت با رفتگان در زیر زمین صحبت میکنه، حالتی داشت. این رو ولی من نشنیده بودم. زمین ها با هم صحبت میکنن، زمین ها این روزا اگر بعد از انقلاب در ایران با هم صحبت میکنن لابد راجع به قیمت بیشتر باید صحبت کنن. تو متر چندی؟ من متر چندم؟ کامرانیه متر چند زمین مثلا آپارتمان چون اونجا ما برای مستضعفین ساختیم بالای 10 میلیون دلار هم میتونن بخرن. گفتم بارها گفتم تخفیف رو من خواهم گرفت، یکی بخرن دومی رو ما 50% تخفیف میگیریم برای مستضعف آرتون خوابا و بقیه. این هم از امتیازات انقلاب شکومند هست، چون پیشنهاداتی رو ما به مستضعفان میدیم، حالا نمیتونن مسئله خودشون هست. در حال سومی رو قطعا مجانی میدیم در جای مختلف، زعفرانیه، کامرانیه، اقدسیه، جای مختلف که هست. لواسان اینها یه مقداری حقیقتا نمیتونیم تخفیف بدیم، اونجا مربوط به علمای اعلام ما هست. بگذاریم از این موضوع، برگردیم به زمین هایی که با هم صحبت میکنن. بله راجع به قیمت ها، ولی خب این مسئله هم هست. اینها رو ما و هزاران از این روایات داریم که اختراع کردیم، تولید کردیم. امت همیشه در صحنه و طبعا حاج و باج کمبود روایت نداشته باشن، همونطوری که کمبود امامزاده به مرور یه خورده سهل‌انگاری کردیم، مشغول مبارزه با آمریکا بودیم. مگر این ترامپ و بقیه میذارن ما تولید امامزاده همون بره بالا؟ ذهن ما رو مشغول کارهایی کردن مبارزه با دشمن. همین الان ما سیمان کم داریم، خب نمیذاره، مشغول مبارزه با دشمن هستیم. کم بوده سیمان شوخی نیست. البته بگذاریم از این که به گفته یکی از مسئولان مردم ایمان ندارن، میگوین سیمان نداریم. این سیمان نداشتن، کم بوده سیمان، علتش اینه که با گازوئیل مثلا ما باید سوختی که باید با گاز تأمین میشد، گاز رو چون باید بدیم به برادران روسمون، نیاز دارن، اینه کمبود داریم. قیمت سیمان میره بالا، کامیون ها بار نمیزنن به خاطر اینکه نمیتونن دستمزدشون رو بگیرن، دستمزد بالایی از کارخونه ها نمیتونن بدن و بقیه مسائلی که از یک قلم گفتم از این دستاوردها که ما از امور دنیوی داریم فارغ میشیم، به مرور فارغ شدیم و باید سرگرم چون این مسائل و مشکلاتی که بیشتر وجود داشته و برادران ما دارن حل میکنن و خواهران ما هم هستن، علمای مؤنث هم ما داریم که بسیاری از اونها رو در تلویزیون ها دیدیم صحبت کردن و میکنن، در همین برنامه ما نشون داد بسیار. یکی از اقدامات دیگری که ما انجام دادیم، یکی از دستاوردهای بسیار بسیار عظیمی که ما انجام دادیم،
انقلاب فرهنگی بود که این دانشگاه‌های کوفتی رو از اون وضعیتی که داشت به علم امروزه و از این حرفایی که به اصطلاح رایج بود مشغول بودن در آوردیم و به گفته آقای عبدالکریم سروش و اطرافیان شریعت مداری و جلال الدین فارسی و بقیه و بقیه از شورای انقلاب فرهنگی به اتر و عطر هر دو تلفظ آقای سروش در انقلاب اسلامی البته رعایت کردن در انقلاب فرهنگی معطر ساختیم. اتر و عطر به مدارس ما هم رسید خوشبختانه. این انقلاب فرهنگی که باعث ارتقای فرهنگ ایران شد به مدارس ما هم رسید، یکی از مدارس ما هم. یا علی، امام عفان، و گوشه دیگه از گسترش انقلاب فرهنگی در حتی مدارس ما، دبستانهای ما که مایه حسرت همه جهانیان. یکی دوتا نیست خوشبختانه، همه این مدارس ما از این برکت برخوردار هستن. گوشه دیگه از یکی دیگه از مدارس این دست جمع با هم بریم کربلا. اللهم ارزقنا قیمه بادمجون، هر روز ببوسیم دستی بابا و مامان جون. اللهم ارزقنا گوجه، خدا به بی زنا بده زوجه. اللهم مرزقنا تره، آمین بلند یادت نره. اللهم مرزقنا تروبچه، خدا به هر خونه بده چار تا بچه. اللهم مرزقنا آلوچه، سبا تنهایی نرو تو کوچه. بگه باشه. اللهم ارزقنا حلو، مالی حروم نره تو جلو. خب ببینید، این واقعا باید این شیوه آموزشی رو به ملت‌های دیگه هم یاد بدیم. حالا من به این موضوع کاری ندارم که خداوند با هر اعتقادی که داریم و هر دین و مذهبی که هست در همه جا هست و به گفته بسیاری در بالا هست، خداوند اشاره به آسمون همیشه میکنه، اون بالا هست و نگاه میکنه یه ملتی هست، اون پایین امتی هست، این بزرگوار در اصل انقلاب شکومند که اللهم ارزقنا آلوچه بادمجون از این چیزا میخواد، پیازچه هر چی که بخواد، گوجه، چه خواهد گفت و چه خواهد کرد و اینا، لابد دستور میده به این ملائکه مسئول بادمجون و آلوچه و اینا یه مقداری آلوچه و بادمجون به اینها بدین، چون اینا یک امتی هستن در راه اسلام و در راه ما این همه کشته و مجاهدت کردن که الان اللهم ارزقنا آلوچه. واقعا چون این هست، اینا جزئیاتی است که من زیاد بهش وارد نیستم، نمیخوام واردش بشم، واگذار میکنم به خود علما، علمایی که چون این دعاهایی رو برای بچه های ما آوردن و این شیوه حسد برانگیز چه میگی؟ حسد برانگیز آموزش چی باره که ابداع شده یکی دوتا نیست. ما در عرصه هنر هم هنرمندانی رو تولید کردیم
که باز مایه حسرت همه هالیوود و بقیه جاها، بالیوود هندوستان و بقیه جای جهان هستند. یکی از این یک فقره از این هنرمندان ما آقای داریوش ارجمند هست، دیگرانی هم هستن. من اسمی برم برای اینکه چهره های عمومی هستن، با یه دستشون دارم با امپرسیالیسم و امپرسیالیسم هم داریم کم کم اختراع میکنیم و امپرسیونیزم و همه اینا مبارزه میکنن و کوبیزم و اینها، و با یک دست دیگه شون هم قطعا دارن هنر رو بالا میبرن و این صحبت. و این وسط هم خب به هر حال اگر ما به کولبران و حمالانی که بارکشی میکنن برای یه لقمه نونم اهانت و توهینی میکنیم، خب باکی نیست، کولبرانو ما با گلوله میزنیم، با گلوله میزنیم، مسئله نیست. با هم میبینیم آقای داریوش ارجمند در جشنواره حسرت برانگیز فجر که قرار بود به گفته یکی دیگه از هنرمندان سینمای ولایت مدار آقای شهاب حسینی، قرار بود از این تریبون در جهت مردم حرف زده بشه، همونطور که دعوت کرده بود که تحریم نکنید فجر رو، از این تریبون سخنانی رو آقای داریوش ارجمند. خوشحالم که اینجا هستم در جشنواره فجر. شاید تو این سالها یکی از محدود دفعاتیه که من میام میشینم برای نقد یک فیلم. دلم میخواد اینجا شهادت سردار سلیمانی رو تسلیت بگم یک بار دیگه و تبریک به همه منطقه و همه کشورهای مسلمان و یه مرگ بر امریکا بگم، به خاطر اینکه یک رئیس جمهور حمال دستور قتل یک بزرگمرد ایرانی رو میده. گفتم حالا به پرزیدنت ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگه ای چون این حرفایی رو زدن، این ادبیاتی است که اختراع شده بعد از انقلاب اسلامی در ایران، چون آیت الله خمینی که با مشت و لگد آمد، من توی دهن این دولت میزنم، منظور دولت دکتر شاپور بخت و خود آیت الله خامنه ای، آمریکا غلطی نمیتواند بکند، حرف آیت الله خمینی بود و بقیه صحبت ها. بیله دیگ، بیله هنرمند، بیله آیت الله، بیله بازیگر سینما در جمهوری فقیه. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر و گذری به در عرصه دستاوردهای انقلاب شکوفمند. یکی از دستاوردهای دیگه انقلاب این دموکراسی شکوهمندی است که ما از زمان ارسطو افلاطون بگیر تا الان در هیچ جای جهان نداشت. یک سر این دموکراسی به آسمون وصله و یک سر دموکراسی به آیت الله جنتی وصل است. موضوع دموکراسی هم انتخاب بین بد و بدتر هست. میخواین بخواین، نمیخواین نخواین. همینی هست که هست. حالا گفتم آیت الله خامنه‌ای آمده و گفته که ایران عزیز، ایران عزیز، از این بیشتر اگر عزیز بشه ما دیگه نمیدونیم باید چه کار کنیم. ایران عزیز عزیز شده که دخترانش به دنبال یک لقمه نون راهی شیخ نشینان جنوب خلیج فارس شدن و راهی کردستان عراق و ترکیه. ایران عزیز روحانیت شیعه شد که کودکانشو الان این ور اونور خریدار پیدا کردن. ایران عزیز حکومت انقلابی شد و آیت الله خمینی و بعدن خامنه ای و مخلفات اونها که جوونش آینده دیگه نداره، در به در این سو اون سوی جهان دنبال
یه سرپناه میگرده. ایران، ایران عزیز انقلابیون شد که هزاران هزار تن از جوانانش و کهنسالانش و تیرباران کردند و در زندان ها کشتند. از این عزیزتر بشه تحملش خیلی مشکل هست. به هر حال یکی از دستاوردهای شکومند این انقلاب انتخابات بود، انتخاب بین بد و بدتر، که برای اینکه اگه علاقمند به ایران هستید و امنیت ایران هستید و بقیه موضوعات، بیاید و به این حضراتی که ما انتخاب میکنیم رأی بدید. آقای جنتی آمده، سردمدار دموکراسی بد و بدتر آمده، گفته مردم به سلامت انتخابات اعتماد داره. ما که منکر نبود، قطعا انتخابات بسیار سالمیه. حالا از ارکان خود همین حکومت، کروبی و میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی، درباره نتایجی که از صندوق‌های رأی بیرون اومد چه گفتن، به ما و بقیه و حتی به خود همین آقایون هم مربوط نمیشه. محمود صادقی نماینده مجلس حکومتی از تهران هم اومده گفته باید این از بازداشت دلالان چند میلیاردی تایید صلاحیت نامزدها خبر داده. یعنی اینایی که صلاحیت نامزدها رو به اصطلاح تعیین میکنن، چند تاشون ایشون گفته که بازداشت شدن. آقای محمود صادقی چون معامله میکردن. به هر حال همینه دیگه، دموکراسی ما این بخشش هم همینا هست. و سخنگوی دولت هم اومده گفته، سنعلی ربیعی دولت شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس، آمده گفته برای مقاومت در برابر فروپاشی ایران باید پای صندوق‌های رأی بریم. گفتم یعنی نرید و به الیاس حضرتی یا بقیه این نامزدهایی که براتون انتخاب میکنه آقای جنتی یا بقیه رأی بده، ایران فرو میپاشه. یعنی علی مطهری و بقیه اینا ستونهای یکپارچگی ایران هست. این هست، اینا رو ما نمیدونستیم همه این چیزها رو. شیخ پرزیدنت هم که دیدید آمدن و گفتن که ما اطلاعی نداشتیم از این که هواپیما رو زدن این دولت، و ما به ما مربوط نیست. همین سخنگوی دولت هم گفتیم به ما مربوط نیست که تعداد کشته شدگان آبان ما چند نفر هستن. معلومه مربوط نیست، ما فقط مسئول کشتن اونا بودیم. شمارش دیگه خود ملت زحمتشو بکشه، این 40 سال و 41 سال چه کردن؟ شمارش کردن. هنوز ما نتونستیم آمار دقیقی از کشته شدگان دهه 60 بدیم در زندان ها. ما مسئول نیستیم، ما فقط مسئولیت این داریم بکشیم زیر شکنجه در زندان، بیرون زندان، و جای شمارش به خود شما. بعد اونهایی رو هم که کشتن، حق طبیعیشونه در این دموکراسی ما، بیایم بزنیم جلو شما مثل رئیسی و بقیه بگیم به اینا هم رأی بدید برای اینکه برن رئیس جمهور بشن. شیخ پرزیدنت گفته که ما اطلاعی نداریم. حالا همین شیخ پرزیدنت روزه دولتی میخونه در هیئت دولتش، و تعداد گفتم تیرهایی که به مشک حضرت عباس هم در کربلا اصابت کرد میشونه 1 2 3 4. برحال همه اینا رو میدونم، ولی این یکی نه. همونطور که میگه از هواپیما ما خبر نداشتیم. حتی کارگزاران، فرستادگان حکومتی به روزنامه ها و مطبوعات فرنگی هم سر از این ور اون ور در آوردن و گفتن که بله دولت، در تطهیر این دولت گفتن خبری نداشت از ماجرای هواپیما. حتی در جاهایی مثل نیویورک تایمز و بقیه جاها که در حال میگم این دموکراسی مندرآوردی هست. اما این دموکراسی مندرآوردی یکی از هزینه‌هایی که کرده که باید هم توجه بکنیم، این شبکه بسیار بسیار گسترده تبلیغاتی که در خارج از ایران هم به راه انداخته. مدافعان حرم رو داریم ما در سوریه که مدافعان بشار الاسد هستن، مدافعان ولایت هم در همین واشنگتن و نیویورک و جاهای دیگه داریم که در جاهای مختلف و در اروپا که سنگر گرفتند، حتی در رسانه‌های فرنگی زبان هم، از نیویورک تایمز بگیرید تا واشنگتن پست و جاهای مختلفی که هست و حالا بعضیاشون بر اساس اعتقادات یا غیر اعتقادات جنسی
که هست در جهت مصالح و منافع حکومت. به هر حال این نکته بود که من میخواستم بگم. یک نکته هم که اشاره مایل هستم بهش اشاره بکنم، آقای مصباح یزدی از ارکان حکومت آمده و از نعمت‌های حکومت هست، انقلاب هست. نعمتی که در این قرن نیم قرن در ایران ما به دست آوردیم در هیچ جای جهان سابقه نداشته. میگی که ما رو سابقا به دانشگاه راه نمیدادن. مثلا مصباح یزدی رو که شما ببینید، مثلا رئیس دانشکده حقوق بشید و اینها، میگه الان میان منت میکشن و ما وقت نداریم بریم. حتی مدیران یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور گفتن، اومدن به مصباح یزدی گفتن حاضریم این دانشگاه رو در اختیار شما قرار بدیم و هر کاری که لازم میدانید انجام دهید تا ما رو از فرهنگ آمریکایی نجات. یکی از همین دانشگاه‌های آمریکایی بود. کلی از فرستادگان و البته کرسی‌های در دانشگاه‌های آمریکایی خریدن به عنوان محقق و استاد و پژوهشگر دینی و از اینها، ولی خب دیگه آیت الله مصباح که دیگه نمیتونه، وقت نداره. کی به امور مملکتی برسه و امور امت برسه و اگر شیر الاغ خوردید چه باید بکنید، بقیه مسائل و جابجایی دلار و یورو و بقیه. برگردیم به دستاوردهای خیلی عینی‌تر و ملموس‌تر انقلاب شکوهمند. یکی از این دستاوردها، یک عرصه از این دستاوردها در عرصه هواپیمایی هست. ما سابقا بیشتر بین آسمون و به اصطلاح زمین رفت آمد بود و اونجا می پرداختن علمای ما. جبرئیل چه گفت، جبرئیل چه نگفت، و از بابت جبرئیل حتی درباره این که به برای حامله شدن حضرت مریم جبرئیل چه اقداماتی انجام داد و اینها رو داریم در روایاتی که گفتن بعد از این. اما اخیراً به عرصه هواپیمایی می پردازیم. وظیفه ماست. ما که انقلاب نکردیم که هواپیمایی رو بذاریم همونطوری مثل سابق، مثل جاهای دیگه دنیا از زمین بلند شه راحت بره یه جای دیگه بشینه. از جنگی با آمریکا و مامریکا و اینها چه میشه؟ امت همیشه در صحنه که نباید مثل بقیه امت‌های جهان باشه. اونا امت‌های کفار هستن. به هر حال می‌بینیم این هواپیما رو. یکی از این هواپیماها در ماه شهر که ببینید تفاوتی که ما داریم با بقیه جاها، اینها باید روشن بشه. مرزبندی ها در همه عرصه ها در ماه شهر. دست مهدیه با هواپیمای تهران. در بیار جود دیدش دو هز بردن آقا یو بری کنار دور شی مهدی اومده؟ آمان تو چمه داری تو؟ نه اینه من حافظ دارم بله. و گوشه دیگه از صنعت هواپیمایی ما ولایت. خب سلام به همگی، با کلی سلام صلوات و تن لرزه سوار هواپیما شدیم به مقصد کرمانشاه و اینکه هوای کرمانشاه برفیه، خلبان محترم ندیدن رفتن تو گلا، بعد ما موندیم تو هواپیما نمیدونیم چی کار کنیم. اینم از امروز، حالا باقیشو براتون فیلم میگیرم. خدای من قشنگ همونجور که میبینید هواپیما ما اصلا رو بان نیست. هواپیما رو بان نیست. خب نیست. علمای ما به زودی امیدوار هستن به این موضوع هم فکر کنن، برای پرواز دادن هواپیما یک دعای اختراع کنن. میشه، شدنی هست. ما برای همه امور داریم دعای اختراع کنن برای پرواز، بلند شدن هواپیما و نشستن هواپیما دعایی میتونن اختراع کنن، آیت الله مصباح یزدی و بقیه. و این کارا شدنی هست، وقت خواهند کرد.
من زامن که چون این اتفاقی خواهد افتاد. و ما بعضی از این خلبانهای ما در کار ما دخالت میکنن، فکر میکنن که ما قراره مثل بقیه جاها باشیم، هواپیما همینطور بلند شه صحیح و سالم بشینه صحیح و سالم و مسافرانم راحت و بی درد سر. و اگه اینها رو میخواستیم انقلاب نمیکردیم، انقلاب کردیم برای اینکه این کارها رو دیگه نکنیم. و هم میبینیم یکی از خلبانان ایران عزیز رو سازی میکنن به این دلیله که میان مسئولین فنی به دفتر هواپیما مینویسن که هواپیما ترمزش تعمیر شد و تعمیر نمیشه؟ تعمیر نشده چون قطعش نبوده، سه هفته پرواز اینچنینی انجام دادن. خب اگر شما خلبان ها این نکته رو میدونید مینویسن که اصلاح شده ولی اصلاح نشده، خب چرا میپرید؟ یه سری اجبار هست جناب رشیدپور، من این کارو نکردم، آقای حسینی این کارو نکرد، سری اتفاقات خاصی برامون افتاده، خب مجبور میشیم، مجبور میکننمون. چرا؟ چون فردا سرنوشت آقای امین امیرصادقیه. سلام و درود به شما دوستان عزیز. ما رو بازداشت کردن کلانتری 111 هفت چنار. واقعا متاسفم، متاسفم برای این دوستان. نگیر آقا شما رو نگرفتم، خودم برای خودم متاسفم، واقعا به خاطر جون مردم من رو بازداشت بکنن خجالت آوره. خب عدالت و اینا از این بهتر باید ما یک حکومت انقلابی ولایی هستیم و جای این خلبان در زندان، همونطور که جای دانشمندان اتمی، کارشناسان اتمی ما همکاری نمی کنیم با ولایت، همینه. هواپیمایی ما فرق میکنه با همه جهان. کارشناس اتمی ما هم باید منویات رهبری مقام عظیم فقیه هرچی که هست رو پیش ببره، مثل اردشیر حسین پور، وگرنه خب میتونه خودکشی کنه بعضیشون، مثل کارشناسان محیط زیست در زندان، مثل کاووس سید امامی، یا یه جوری به هر حال ما زحمتش رو کم میکنیم که ناچار به خودکشی هم نباشه. وکیل ما که قرار نیست از مدافع متهم باشه، مدافع فعالان حقوق بشر باشه. ما این منطق رو هنوز نتونستیم تفهیم کنیم به امت یا به برخی از امت. حقوق کودکان یعنی چی اصلا؟ کودک حقوقی نداره. این هست این بخور، اون هست اون نخور، هر صد کشیده رو برای کجا گذاشتم؟ بنابراین کودک باید کار کنه، این در لزوم مدرسه چی؟ این حرفا چی؟ اگه کسی هم پیدا شد باز فضولی کنه مثل آتنا دائمی و بقیه، خب باید بره زندان، جاش اونجاست. ما یک حکومت الهی هستیم، فرق میکنیم با همه جاها. این دستاوردها رو کم نگیریم. یکی دیگه از دستاوردهای در همین زمینه، آخرین نمونه دستاوردش هم دیدیم، هواپیمای اوکراینی، این رو هم با هم میبینیم. خلبان دیگه داره از اونجا رد میشه، میگیم موشکه. خب موشکه اولا به شما چه؟ ما این موشک رو حساب کتاب زدیم. شیخ پرزیدنتمون میگه من خبر ندارم، اون دیگه به من و شما مربوط نیست که بگیم پس این چه شیخ پرزیدنتیست، چه کار است، این حرفا دیگه اصلا مطرح نیست. یا خود ولی فقیه، یا کی زده، چرا زدن، چه جوری بوده، اینها به هیچ کس مربوط نیست. بازه ولی فقیه به وظیفه الهی خودش عمل میکنه، یا تشکر میکنه که از سپاه پاسداران و بقیه هر کی که بوده که با شفافیت آمدن و گفت. با هم میبینیم یه نمونه دیگه از عرصه هواپیمایی در ایران. منطقه تقریبا ساعت رو هدینگ 320 منطقه اکتیبه. جی پی ال سلر هسته؟ یه سری نورایی مثل موشک چیزی هست؟
320 منطقه نه چند مایلی کجا؟ مایلش رو من نمیتونم تشخیص بدم ولی فکر کنم طرف پیام کرده جنابش. چند مایلی کجا؟ الان ما نورش رو میبینم از اینجا. چیزی به ما گزارش نشده. چجوریه نورش به چه صورتیه؟ نور مشکی دیگه. بله، گفتگوی خلبان شرکت هواپیمایی آسمان هست و برج مراقبت در تهران یا در بهرحال گزارش نشده به اون برج مراقبت، لابد لزومی نداشته. بهرحال اینا همه فقط در مجموع اون چی که تا این لحظه دیدید گوشه‌های بسیار بسیار کوچک از این دستاوردهایی که انقلاب برای امت همیشه در صحنه آورد که مطمئن هستم شما عزیزان قدردان اون هستید. این وسط یک خبر هست، من میخواستم این رو در میون بذارم. آقای پرویز تناولی مجسمه ساز و نقاش معروف ایرانی هست که پیش از انقلاب در عرصه مجسمه سازی شهرت بسیار داشت و حتی مجسمه هایی ساخت، هیچ ارتباطی هم به هیچ آقای خمینی نداشت، یعنی هیچ داریم تا هیچ. اتفاقا فکر میکنم در انجمن فرهنگی ایران و آمریکا در خیابان وزرای اون زمان به تماشا گذاشته شد. کاری هم که کرد قالیچه های با نقش شیر و خورشید رو هم کلکسیون آقای تناولی جمع آوری کرد و همینطور قفل های قدیمی ایرانی رو. هر کجا هست تندرست باشه، هر حال هنرمندیست با کارهایی که در عرصه هنر صاحبه شهرت و طبعا در عرصه بین المللی هم شناخته شد. آمدن و گفتن شهرداری اصفهان اومده و گفته اعلام کرده به بخشی از مجسمه آقای تناولی در این شهر سرقت شده بود، دزدیده شده بود. قلب مجسمه رو برنز هست دارن برای فروش دزدیدن. جای نگرانی نیست واقعا قلب یک مجسمه رو ولو مال پرویز تناولی باشه دزدیدن. 41 سال هست که قلب‌های بسیاری رو تیرباران کرد. قلب مجسمه رو دزدیدن کار بدی است، اما باکی نیست وقتی که هزاران هزار مادر، پدر، کسان، همسران قلب‌های اونها تیرباران شد چرا که عزیزانشون رو کشت. شاید بشه گفت میلیون ها ایران کسان اعدام شدگان، کسان جان باختگان در جنگی که ثمرات اون دیده ایم و میبینیم به قدرت رسیدن چه گروه و گروه هایی شد. قلب های بسیاری تیرباران، قلب های شریف مردمان ایران. بسیار همراه شما خواهیم بود و پیام های شما هستیم. سلام خدمت شما آقای چالنگی، بنده یک کلام به صد کلام یک جمله فقط میخواستم بگم. نتیجه 40 سال پول دادن به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بودجه و این همه دزدی که میکنن اینه که بعد از 40 سال 41 سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به چنان اقتداری رسیدن که خودشون با موشکای خودشون میزنن خود جوانای ایران رو تو هواپیمای مسافربری میکشن و این بازخورد و نتیجه 41 سال تحقیقات وسیع، اقتدار، بودجه های وسیع، طرح‌ها، پروژه ها، خودکفایی ها و ارتباط پایدار و سامانه های بومی
فوق پیشرفته ضد جنگال و ایناست. این نتیجهش بود که دیدین مردم ایران چیزی که عیانه به قول معروف چه حاجت به بیانه. این نتیجه نیروهای مسلح ماست که تو پایتخت، اونم تو پایتخت، تو هوای پایتخت وسیله ارتباطی ندارن تماس بگیره تا این تکلیف بکنه و هواپیمای مسافربری رو با کل مردم اون کشور و جووناش میزنه منفجر میکنه تو هوا، اونم نه با یک موشک. به قول امام من اگه بودم دوتا میزدم با دوتا موشک، البته اینجا دستور امام اینا اجرا کردن، با دو موشک زدن منفجر کردن. این بازخورد و نتیجه بزرگ 41 سال تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری و پیشرفت فوق تصور نیروهای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح است. باز بدون درو درواسی امیدوارم که این پخش بشه تا بشنون، شاید یه خورده از خودشون خجالت بکشن، از روی مردم ایران که خجالت نمیکشن. با تشکر. تشکر از شما، تشکر از شما. ولی خب این توقع شما من نمیدونم چجوری توقع بزرگیست از جمهوری اسلامی که خجالت بکشون. به هر حال از مسئولان جمهوری اسلامی شاید هم این برای تمرین بودیم. و البته فقط کشتن مردم ایران نیست، مردم سوریه هم هست، جای دیگه هم هست، فرستادگان آمریکایی به منطقه هم هست، مردم عراق هست، مردم یمن هست، جای دیگه هم هست. این نیروهای نظامی اعزامی جمهوری اسلامی در اونجا هم نقش دارن، این رو هم نادیده نباید گرفت. سپاس از شما. پیام بعدی رو بگیرم. جناب شهرنگی، درود فراوان بر شما. علت تلفن بنده به شما این بود که برنامه روز سوم فوریه دوشنبه رو دیدم و نظریاتی داشتم خدمتتون عرض کنم. قسمت اول که آقای جوانمردی صحبت کردن خب خوب بود، ولی کاش ایشون سوال میکردن که تا کی مردم ایران باید زیر این ظلم و ستم از بین برون، شاید یه جوابی میگرفتن. قسمت دوم بسیار دلخراش و تأثیرآمیز بود در مورد همسران کسانی که مثل آقای نوریزاده و آقای دیگری استشون رو فراموش کردن، آقای هاشم خواستار، آقای هاشم خواستار و دیگران که در زندان‌های طولانی هستند، به خاطر کمک به مردم ایران قدم جلو گذاشتن، ولی متاسفانه در خارج از کشور هیچ نوع اثری به اون صورت نشون ندادن. ما ایرانی ها که در واقع یک کار خلاف ایرانی بودن، ما میتونیم که با تظاهرات طولانی که در شهر شما واشنگتن، مریلند، ویرجینیا، ایرانیا چندین هزار برابر بیشتر از دانشجوهای سابق هستن، بیاین و تظاهرات کنن و ببینیم تکلیفمون با این رژیم چی میشه. من شرمنده هستم، مرتب مدارم شما میشم. ممنون از این که برنامه ها رو جور ترتیب دادید که مردم ایران رو وادار به گفتار کردید. این خودش خیلی خوبه، مخصوصا امروز روز شنبه. من برنامه شما دیدم، موفق و پیروز باشید. به همه آقایون سلام دارم، قربانش. سپاس از شما. منظور شما قطعا آقای محمد نوریزاد بود که در زندان مشهد هست. ممنون از شما. در مورد آقای جوانمردی گفتید، اشاره ایشون به مصاحبه‌ای است که آقای علی جوانمردی، روزنامه‌نگار ارجمند ما ایران، با آقای برایان هوک، مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه آمریکا داشتند. و این مصاحبه آقای جوانمردی، این رو بگم، مسئول مدیر وبسایت خبری آوا تودی هستند، پخش شد روز دوشنبه. من فکر می‌کنم این پرسش رو که شما اشاره کردید که این ما از این داستان خلاص میشیم، این پرسش در واقع مخاطبش نباید آقای برایان هوک یا هر کس دیگه، هر مقام دیگری باشه. آقای برایان هوک و بقیه مسئولان آمریکایی گفتن ما در کنار مردم ایران هستیم و کارهایی هم که با به حال انجام دادن به نظر میرسه در همین مسیر هم بوده، سیاست بدبستون پنهانی هم با حکومت ایران نداشتن. اما اینکه ما کی از این ماجرا خلاص میشیم، مخاطبش در واقع خود مردم ایران هست. اگر احساس میکنن که احساس میکنن اکثریت یا هر مجموعی که هست زیر
ظلم و ستم هستن و نشانه ها هویدا و آشکار. اینه که از خود مردم ایران باید پرسیده شد که کی از این وضعیت خلاص خواهیم شد. یادمون باشه که اقدام اولیه و اساسی برای نجات هر ملتی خواست اون ملت و عمل کردن به اون خواست است. در همین مسیر است که بسیاری روانه زندان شدن متاسفانه، ولی چون این راه صعبی یا مشکلی هم هست شاید در برابر، اما شدنی و عملی هست و مطمئن باشید در نخستین گام ها همه دولت هایی که حساب کتاب هایی هم دارن در اروپا جای دیگه با حکومت ایران همراه خواهند شد با خواست مردم ایران، چرا که آینده رو بهش نگاه میکنن و اینکه چه کسانی و چه وضعیتی در آینده در ایران خواهد. شما راجع به این مصاحبه نوشتید ولی با همسران آقای خواستار یکی از بینندگان ما گفته بود که شما از راجع به آقای نوریزاد زیاد صحبت نمی کنید که چون نیست. همونطور که اشاره کردن ما با همسرانشون مصاحبه کردیم و مرتب از همه زندانیان بدون اینکه چه عقیده و فکری دارند یا ایدئولوژی ما همواره پرداختیم اونایی که به خاطر افکار و عقایدشون در زندان. سپاس از شما عزیزان که با ما همراه بودید. منتظر پیام های شما هستیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز سهند و سبلان آسماری کوساران دنادراک الوند کوزک رستفتان بینالود و درفک و تابشان در فلات. روزگارتان خوش تندرستیتان. ایران هرگز نخواهد.